16 فروردین 1299 قیام شیخ محمد خیابانی 16 فروردین 1299، 14 سال پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، بار دیگر جنبش و قیامی در دفاع از آزادی و استقلال مردم ایران به رهبری شیخ محمد خیابانی در تبریز به پا شد. خیابانی که خود یکی از مجاهدان صفوف مقدم جنبش تبریز بود، در دوره دوم مجلس شورای ملی نماینده مردم از تبریز شده بود. خیابانی در مجلس با وطن فروشی های دربار و گسترش دیکتاتوری و سرکوب آزادی ها به مخالفت برخاست. دولت در ترس از گسترش این مبارزات مجلس را به زور سرنیزه بست. اما خیابانی مرعوب دشمن نشد، به تبریز رفت و در آنجا قیام دیگری برای آزادی ایران ترتیب داد. روز 16 فروردین سال 1299 نیروهای قزاق برای سرکوبی شیخ محمد خیابانی و یارانش همراه با اداره نظمی تبریز پایگاه خیابانی را محاصره کردند. اما مردم به حمایت از شیخ محمد خیابانی برخاستند و نیروهای دولتی را عقب راندند. جنبش مردم تبریز تا شهریور ماه ادامه یافت. در 23 شهریور 1299 خیابانی به دست یکی از سران قزاق به شهادت رسید. شیخ محمد خیابانی در آخرین دقایق حیاتش گفت: من کشته شدن را به تسلیم ترجیح می‌دهم. من پیش دشمن زانو نمی‌زنم. من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم. انقلاب خلق هرگز خاموش نخواهد ماند. شانزدهم فروردین 1371، تهاجم سنگین هوایی به قرارگاه اشرف. روز 16 فروردین سال 1371، رژیم آخوندی با تجاوز به حریم هوایی کشور عراق با 13 فروند شکاری بمب‌افکن F4 و F5 به قرارگاه اشرف ارتش آزادی بخش ملی ایران حمله کرد. در این حمله در مجموع 78 بمب تخریبی 500 پوندی و 20 بمب خوشه‌ای 560 پوندی بر روی قرارگاه اشرف فرو ریخته شد و منجر به تخریب برخی اماکن گردید. اما با هوشیاری رزمندگان ارتش آزادی بخش و پاسخ متقابل پدافندی به هواپیماهای دشمن، یک هواپیمای رژیم آخوندی سرنگون شد و بقیه هواپیماها فرار کردند. بر اساس اطلاعاتی به دست آمده از خلبانان هواپیمای ساقط شده، مشخص شد که طراحی این حمله هوایی در شورای امنیت حکومت آخوندی به ریاست خامنه‌ای تصویب شده بود. در جریان این تهاجم وحشیانه، مجاهد خلق حسین نیک پیمان به شهادت رسید. دشمن تصمیم داشت تهاجم هوایی خود به شهر اشرف را در هنگام تجمع مجاهدین برای نماز عید فطر انجام دهد و مجاهدین را عین نماز قتل عام کند. بیستم فروردین 1359، رژه بزرگ میلیشیا در تهران. در این روز هزاران میلیشیای مجاهد خلق رژه بزرگی را در تهران برگزار کردند. میلیشیای مجاهد خلق هزاران هزار از جوانان پرشور هواداران مجاهدین خلق ایران بودند که در دفاع از آرمان‌های مجاهدین در سراسر ایران کار روشنگرانه گسترده ای را در میان مردم به انجام رسانده و دعاوی ارتجاع حاکم و جبهه متحدان را که تحت عنوان ضرورت دفاع از رژیم، مبلغ و مدافع دیکتاتوری مذهبی حاکم
و عامل سرکوب نیروهای آزادی خواه و مردمی بودند افشا می کردند. با آغاز مقاومت واحدهای میلیشیا صحنه های نوینی از فداکاری آفریدند. 21 فروردین 1378 مجازات صیاد شیرازی جنایتکار. او قاتل بسیاری از پرسنل مردمی ارتش و هموطنان کردمان بود. مجازات وی موجی از خرسندی مردم را در پی داشت. اعتراف‌های صیاد شیرازی در دهمین سالگرد فروغ جاویدان در تلویزیون رژیم مرداد 77. راه افتادند از سر پل ذهاب و گردنه پاتاق و چرند و اسلام آباد و کرمانشاه، بیایند تا میدان آزادی و بگویند ما قهرمانان خلق هستیم. از شب ورود اینها تا آخر به درک واصل شدنشان بین گردنه چهار زبر حضور داشتند. یک دفعه دیدیم منافقین پلیدی که ما تک تکشان را دنبال میکنیم تا آنها را به سزای عملشان برسانیم، حالا صد تا از کشته هایشان پشته درست می شود به دست ما.